سیلاب به رقمی اومد که هیچ ناگهان هیچ نفهمیدیم که چی رقم اومد. چهار تا طفل مده یک اتاق بود و اتاق زنده کنده کده برده دیگه نفهمیدیم چی رقم. اعضای همی خانواده در جستجوی اجسادی هستند که مادرشان با گریه و ناله در انتظار پیدا شدن اجساد فرزندان خود است. اینجا چاردیه ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان هست، جایی که نسبت به دیگر مناطقی ولسوالی جان هموطنان من را سیلاب زیادتر گرفته. متاسفانه اینجا یک تن از برادران ما است که حتی گفتنش برای ما سنگین تمام میشه که فرزندان خود را از دست داده. میشه از زبان خودشان بشنیم که سیلاب چگونه آمد و حالا اینجا کشیشتن در انتظار چی هستند؟ سیلاب به رقمی آمد که هیچ ناگهان هیچ نفهمیدیم که چی رقم آمد. چهار تا طفل مده یک اتاق بود و اتاق زنده کنده کده برده دیگه نفهمیدیم چی رقم. حالا امی کودکان یا اطفالی که فرزندان شما می شدن کجا هستن؟ یک و نیم دانش پیدا شده، دو نیم دانش گم است. یعنی یکیشان یک دست و پای پیدا کردیم، دیگه اون دیگه همو زنده گم است. اون یک دانه دیگه سالم پیدا کردیم که دفن خاک کردیم. اون دو تا زنده، دو تا بچگه کس که گم است. تا هنوز یک تایش از کل پیدا کردیم، دو تا از زنده. یک تا دو تا از آقا به اسم آقا محمد است که او را از بالا پیدا کردیم. یک تایش بیخی مفقود است. یعنی چهار تا ازی هست که یک کنون تایش پیدا کردیم، دو نیم تای دیگهش مفقود است، گم است. یعنی در راه پالیده رای هستیم که پیدا شد. تو سرنخ پیدا شده تو فعلا یا نه یک در درازگرد گفت که یک پرچه سرش کمک به قطع مویش پیدا کرده و دیگه معلوم نیست. صحیح سخت است. پدری که سالهای سال زحمت کشید، اولاد یا فرزند بزرگ ساخت، بازم مرگ حق است و یه مکافات الهیمه، اما ناگزیر چیزی از توان ما نیست در برابر قدرت. فقط من از خداوند به شما صبر میخوایم، خداوند بر شما صبر بده و بر شما عرض تسلیت دارم. فقط از خداوند صبر طلب بکنید، دیگر هیچ راه و چاره ای ما و شما نداره. باشید، شما هم زنده باشید. سخت است که هموطن ما عزیزان خود را از دست داده و یکی دو تایشان هم میگه که دست و پایشان را پیدا کرده، بقیه جسد کاملا زیر گل و لای هست. و متاسفانه در این روزهای اخیر سیلاب در گوشه گوشی افغانستان در ولایات مختلف سرازیر میشه و خانواده ها را سوگوار ساخته و یک ماتم ملی است در افغانستان. ما شاهد از دست دادن هموطنان ما در نقاط مختلف هستیم و حالا شما تصاویری را که میبینین، اقارب، نزدیکان و اعضای همی خانواده در جستجوی اجسادی هستند که گویا سیل آنها را از قریه چهارده به این منطقه آورده، اما نداشتن امکانات سبب شده که اونها اجساد پیدا نکنند. و شما میبینین که اینجا یک ساحه بسیار کلان است و جستجوی از اینام نتیجه در پی نداره.
خانه‌ای که شما در تصویر می‌بینید دقیق خانواده است که چهار تن از فرزندان خود را در سیلاب دیروز از دست دادند. متاسفانه تا به اکنون در جستجوی اجساد هستند، فقط یکیش یا دو دانیش قسمت‌های از بدنشان پیدا شده و دو تن دیگه شان فکر کنم مفقود است. ها سرگم است. دو تاش سرگم است. نه از یک خانه را چهار تا است. دو تاش سرگم است. از یک تا دو تا. از این جمله دو تاش پیدا شده، چهارش سرگم است. نادرک است. هنوز مردم در جستجوی در طلب است. در عموم یعنی چهار تن تا به فعلا مفقود هستند. اما تو بله بله بله. چهار تا مفقود است. دو تاش پیدا شده. چهار تاش مفقود از گم است. تانست. از یک تنشان فقط دست و پایش پیدا شده بس. یک تاش سرگم است. یک تاش سرگم است. یک تاش دست پایش پیدا شده است. اجسادی که پیدا شد دفن کرده؟ دفن کرده. آه دفن کرده است. خب. از بخش سرم یاشتام دینشام آمدوام بررسی خود کرده. این قریه به نام چی یاد میشه؟ قیدخانه. قیدخانه؟ قیدخانه است. مربوط ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان. این قریه هم سوگوار است. و بیشتر هم گفتیم خانواده ای است که چهار تن از اولاد یا فرزندان خود را از دست داده که مادرشان با گریه و ناله در انتظار پیدا شدن اجساد فرزندان خود است و مادری که درد عمیق احساس میکنه، حالا با چشمان پر از اشک در انتظار پیدا شدن اجساد فرزندان خود است. این قسمت هم شما که در تصاویر میبینین پایین جایی است که سیلاب از اینجا از بالا آمد و همین قسمت اطفال کجا بودن؟ اطفال سر زمین اینجا درخت کلان هم میبینین؟ پایین تر از راه داره که بریم؟ راه داره، بالا را میبینین؟ آها حالا جایی میریم که همین چهار طفل یا کودک اینجا سرگرم بازی و ساعتیری دوران کودکی خود بودن، نوجوان نشده و تجارب زندگی را حاصل نکرده رفتن از دنیا و امروز دیگر این خانواده این چهار عزیز و دلبند خود را نداره. سخت است به پدر و مادری، بخصوص مادری که حالا بالای دیوار نشسته و درد عمیق احساس میکنه. رسیدیم به منطقه؟ رسیدیم در این منطقه پایین است که از اینجا پایین شویم. خب اینم که خب دفت بچیم سهی بار سخنرانی کار بزن که و سرگرم بازی در این همین منطقه که بوده که سلمه واره میبره هر چارشون در پایین ترک بریم. این همین جگه اینجا بند چی بوده؟ برق بوده؟ خانگه که برق بوده؟ یا سیا بود و بند برق در این همین جگه که آمده یک سلمه سلم از بالا میبره یاره دیگه این همین جگه بوده همینجا؟ آها اینجا خانه برق بوده؟ اینجا؟ بله اینجا دستگاه کاملا از بین رفته. ها دستگاه کاملا از بین رفته است کاملا. و اطفال هم اینجا بودن؟ اطفال اینجا بودن در سر بام همین خانه برق بوده که آمد اصل یاره برده و دیگه اینا میبینه خودش تونم خوبتر نکاز داده میتونه کسی که چی ول کرده. از تصاویر معلوم میشه همی جنگل های را که آب آورده معلوم میشه که این سیل آنقدر خطرناک آنقدر وحشت داشته که آدم از دیدن امی تصاویر به ترس و هراس می آید. خداوند خودش رحم بکنه و ایم
ماشینی بوده که اینجا تولید برق میکرده، ماشین هم کاملا از بین رفته. این منطقه هم خسارات مالی زیاد داشته، هم تلفات جانی. و شما هم خسارات مالی را میبینین که باغها در بالا کاملا از بین رفته و درخت هایی را که شما میبینین آب با خود آورده و اینجا بالاخره جان 4 تن است اعضای یک خانواده را میگیره که امروز دیگر تا اکنون 2 تنشان جسدشان پیدا نشده. یکیشون اوسون است، یکیشون اوسون است که امو سیل زیادش که آمد از اون میسه آمده ایسی اوسون از ایسون هم آمده و اگه میری بالا هم تو بریم بالا. چقدر خانه را از بین برده؟ خانه از منطقه بالا برده خانه را، ولی من معلومات ندارم از خانه از اون بالا چند تا را برده. اولی تیمرشا را برده، یا خانه از کی را برده؟ منور را برده، خانه رضا را برده، غلام حسین را برده. یک قسمت جای گفتن 135 خانه از بین رفته، درست است؟ او در کدام منطقه است؟ 15 زخمی داره، 135 خانه مسکونی کاملا از تخریب شده. 4 و اموج است، اموج است، حتما اموج است. تنگی ایسون است که نیم سال نمیم شما یک نیم سال میایدم منطقه دو منطقه دو درجه جدا شده نه بره. از این منطقه هم خانه را برده، از این منطقه هم خانه را برده، هر دویشان نیم ساعت را میایه که بریم پیاد پای پیاد نیم ساعت را میایه و ای دیگه زمین های زراعت را ببینید چی چی جار کده و زهی درخ یه زمین زراعت هم نمانده دهی داره به کلان برده، قید خانه را بیخی برده، جست چپ و قرامه به کلی برده، ایج نمانده زراعتی به کلی خانه جمعه را برده، یک تعداد مالی ماشیش را برده. اگر شما مزامت نمیشین میره یک دفر سر میکنین اما خود دهی داره بریم دهی داره داره که کلان سیل دهی داره بده است، در قرق قید خانه با قرامه است دهی داره تا چیش معلومات کنید از بعدا نوست بریم که تخریب سیل به خزق از در است، از بکران باغ است تخریب سیل خری قید خانه بکران باغ مکمل می جنگل را می بینی کلش از در آورده است خری قید خانه آورده. تصاویری را که شما دیدین تخریبات سیل را نشان می ده و این طرف ها می بینین که جنگل ها از بین رفته و گفتین که بالا را زیاد تخریب کرده. بیخی تخریب کرده است، کلی نمانده است، اثارش هم نمانده، اثارش اثارش هیچ معلوم نمیشه کمی چیز بوده نبود کشاورزی. چند بجه سیل آمد؟ سیل به قصد ساعتی یک بجه یک بجه به ساعت ساعتی یک بجه تا 3 بجه دوام کردن نیسیل او قد دوام کرد آمده تا 3 بجه؟ ها تا 3 بجه آمده رایی بود. این قدر خطرناک بوده دوامدار از ساعت 1 الی 3 بجه تا 3 بجه را هم دوام بود آمده دو ساعت فکر آمده را بود. تاریخ یک سیل آمده بود که برای سیل طوفانی یاد میکنیم پدرا میگفت مگم والی که سیل میکنیم این سیل از طوفانی که بالا بوده بالاتر بوده سنه 38 بوده که یک سیل آمده تا حال پدرا میگفت سیل طوفانی است مگم والی که این سیل ببینیم تخریب از که ببینیم از سیل طوفانی که در بالا به خاطر که او سیل که آمده بود یک نشانه داشت اینجا ولی این سیل از او که نشانه بالا آمده بله آها دخره یک مردم چاردی هست نرا یاو هست نرا یک مردم چاردی چاردی بالا است یا پایین است؟ او جام تلا خرابی داره؟ خرابی نداره این نویشه خراب کنه خوردن این چه خرابی نکنه. این هم یک درخت بسیار کلانه از زمین ها زده از زمین ها زده بخوری شک کشیده این درخت کشیده آیا کل شک کشیده یه نمانده تو دیگه کل برو باز ببینید یه نمانده درخت هم نمانده کل آورده پایین کرده. اینا چطور میده شده از بالا؟ ورد توفان زده با هم توفان هم بوده؟ هم توفان بوده پیش ازی که خمی سیلاب قدم شمال و توفان یک جای بود اکلا بود بیخی
یک جای آمده بود. در جریان سیلاب و طوفان شما کجا بودین؟ در اونجا بودیم بخدم. در اصل موقع کارم سه زمین بودیم ما. تا با آخرش هم رسات بودیم. در یک بلندی برآمده بودیم. تا با آخرش سرم زمین بودیم. که آمد. واسکت خود کجم و واسکت کارای ما خوب برد. در آمده. این سیل که هست از هر قلچه و از هر جایی که ببینی برابر یک سیل آمده تخریب زیاد کرده زمین های زراعتی را. این خانواده که اطفال خود از دست داده اینجا از اقاربش کسی هست؟ اینجا آها دیگه نمیدونم این اقاربش هست. اقاربش هست نزدیکش بچه کاکایش هست. اقاربش هست. چند میشه بگوین که این کودک ها یا اطفال چند ساله و چند ساله بوده؟ فقط بچه خوردش 6 ساله است. نیست است 6 ساله بوده. چیه بوده؟ سایکون. خب اونا بوده بگوین. یک دخترکه بوده خانای 15 ساله می آمده. بعد از کلانش بود. بعد از او که بوده یک دخترکه دیگه بوده خانای 10 ساله بود. 10 ساله و 9 ساله. بعد از او که بود دیگه یک بچگک بوده. که خانه 8 ساله 7 ساله بوده. بعد از یک گوشتکک دیگه خانه 4 ساله بود که اینا را از دست داد. اینا خانه که برق پناه آوردن خود نفهمیده. از این خانواده از این پدر و مادر که فعلا هر دویشان در دیده و سوگوار هستن کدام فرزند اولاد دیگر باقی است؟ دو بچه کران دارم یک گوشتکک دخترک خورترک خانه یک ساله مانده. آقا آمد بچه از کردیست رفت از دیگه اولاد مانده؟ از یک تا خانه 20 ساله مانده. از دن دیگه سه تا مانده. از دن دوکش. از آقا آمد یکیش 14 و 15 می آمد. 15 ساله می آمدم کچیش. 15 گفت؟ 15 هم کچیش می آمد. 13 هم ریدیش. 13 هم ریدیش بود. هم 13 هش گومه. سرگومه. 13 ساله. ها 13 ساله سرگومه. 15 سالش بیا. یک پدر مادر بسیار سخت است. بسیار مشکل است. بسیار مشکل است. بسیار سخت است. مصیبت است. دریو سر بالا میره و سر شیو میره. سر بالا میره سر شیو میره. مادری که بدبختش ها میزنه خدا. علی میره خادی گله مادر کنا نزی میپاله که بچه‌ام میجه باشه. خادی گله میپاله. اولاد خوب بچه است. هیچ کس خداوند داغ اولاد نشان نده. باز خصوصا اینطوری داغ دیلو که اینطوری که در قاطی گیل و سنگ و چه شایی که تکه تکه شایی اید بسیار بعد است. مرمی که بایی او خیلی الوی تست. ای که دو تنشان که مفقود است آیا پیدا شوه نشه؟ ما اون ساهره که دیدیم تا ای که ماشینالات وسایل پیشرفته نباشه امکان پیدا کردنش نیست. با بیل و بیلچه و کلنگ هیچ امکان نداره. او را خدا هم که خودش اگر در پیش چشم مردم پیدا کنه نکنه غیر از او دیگه هیچ غیر امکان است. این ساحر ما دیدیم کاملا پر از ریگ و گل و لای است. همه چیز است. از درخت است. از جنگلات است. خود داده زیر از او را از کجا پیدا کنیم ما بدبخت ها؟ مردان است طلبگار مزور رفته. این میشه چهار نفری که هست اخواری به زیم مانده اینجا دیده ما تیور تعداد زیاد بود بله کلی به طلب مزدور بسته بیچاره از صد نفر به بالا رفت از صد آه از آب اینجا پایین میارن خب مسیر راه زیاد است مسیر راه زیاد است پای پیاده رفتن تا اونجا سخت و دشوار است درست است درست یارم همه را سیل آورده؟ بله سیل آورده بله بله سیل آورده از این بالا سیل آورده؟ بله سیل زیادتر از این در آمده از این درام آمده مقصد خساره جانی نشده از مال زیاد شده از این دره نزیدره بگلی دو تا بچه را از بچه اقامت میگه از این دره آورده از این دره آورده که یکی شب پیدا کردیم یکی دیگه سرگوم است از این دره آورده این دره چپ این مثلا این دره از این آمده کم از این آمده زیاد به این دره یک دیگه خلاصه آباتی زندگی در مردم نمونده
او تو کی بگی دیگه او آباد میشه و ملک میشه و دیگه میشه الله اکبر است. خلاص است. کاملا از بین برده. کاملا از بین برده که ما اینا رو دیگه چاره نداریم که کجا بریم کجا نریم. عرض نداشت بسیار قید بود. دیگه هیچ زندگی نمونده خلاص دیگه خلاص. من یک بار این طرف برم ببینم که وضعیت از چی قرار است، چی گپ است. معلوم میشه که اینجا رو کاملا سیل ریگ آورده. سلام علیکم برادر، ما خوب هستیم. طرف های بالا چی گپ بود؟ مانم بالا بسیار وضعیت ها خراب است. بخی سرگان برده و خانه را مرده، جویچه را مرده، وضعیت خراب است. بخی تلفات جانی نیست انشالله؟ تلفات جانی نیست انشالله. خانه ها را خراب کرده؟ خانه را خراب کرده. مکمل خراب کرده. تو مشخص میدونین که چه تعداد خانه اونجا بود؟ یک تقریبا یک 30 خانه میه. مکمل از بین رفته؟ آه بخی. چقدر را میه تو اونجا؟ تا اونجا را یک 15 دقیقه است. نه بالا با و طبقه است خیلی را میه، تقریبا 100 راست ملیه. میگن که منطقی که این برادر ما گفت 30 خانه مسکونی بوده که کاملا از بین رفته و یک وحشت و آدم اینجا وحشت احساس میکنه و میگن که سیل یا آب زیاد از امی دره آمده. امی دره است که یک تعداد جوان ها امو طرف روان هستن. یک شاید این دره با کلی نمانده، خلاصه با کلی داری با خوالی با قرانبه قیسخانه با کلی نمانده. با کلی از سالش هم نمیشه، از بالاتر که بری هیچ نمانده با کلی. یه نمی یک ذره مانده جنگل خواست، از او بالا هیچ نمانده با کلی. هیچ شناخته نمیشه که زمین بوده یا نبوده، کشاورزی بوده نبوده، درخت بوده نبوده. کاملا از بین برده. بله. تو پیشتر اگر زحمت بکشی سایکو تو. سایکو اونو تو والا است. این ایکو باسته نمی مثال داره. از این رو خوام مکمل در کل تا شده باز از کل پایین آمده. این نمی دامنا این مزیا خانه ما مردم بود. مکمل خانه را او پر کرده او گرفته. مثلا ایوانات چهار پای کل را مثلا در سمو بود، در صف بود، در دوال و خانه یا کل زیریه و این دولت این سک سک بچیش تایی معلوم میشه بالای کو اما جای آب معلوم میشه که پایین شده همهش همی طرف همه همی طرف تا شده دمی دره باز خصوصا این خب بیخی بالا رفته ای دره اصل سیلاب که از بالا آمده امی دو بچه که برادر بچاره بوده سر زمین بوده بخبر یکی به خبر از چهار طرف سیل آمده بیچاره را سیر گرفته یا خره جو بوده گندم بوده میرفته دا ایره قایم میکده ترپال میگرفته که ایره تر نکنه در را میره که قسمتی از سر رایش از پشتش از این لبازو لب سیل تا میشه این بدبخت ها را میره سیل میگره دو دره است از این جدا شده این درکی است هم خسارات برای جانی شده مالی از این درکی آمده تلفات جانی نشده مالی زیاد شده معلوم میشه مال ماشی را برده و خانه را برده از این دره مگم از این دره که آمده اونم بیچاره شش نفره برده از این دره بسیار چهار پای و ایمانات بسیار برده و زیریه و شده و در صفا و در چیز زیریه و از زمانی معلوم میشه تصاویر که میبینین تخریبات خیلی زیاد داشته و این ساحه کاملا تخریب است. تلفات جانی هم داره متاسفانه، تلفات یا خسارات مالی هم داره. همه از این مردم زیانمند هستن و در کنار از او که زیان دیدن و زیانمند هستن نیازمند هم هستن و باید برای از اینا کمک برسه، دست از اینا گرفته شوه. بسیار می بخشی اینمی جا ما در دان دو قولگی هستیم که اینمی در یکی می بینی هم خسارات جانی شده هم مالی اینی که دست راست در آمده خسارات مالی زیاد شده و جانی فرض خدا نشده خانه و مال و ماشی و زمین زراعتی را برده از خسارات جانی فرض خدا نشده مگم خسارات مالی زیاد شده این در یکی می بینی فعلا نمی جا نشست کردیم که بیچاره هم خسارات جانی شده و هم مالی دقیقا
اینجا ساحه است که موج سیلاب از همینجا شروع شده و دار و نداری مردم را برده با خود و همچنان 4 تن از یک خانه، 2 تن از یک خانواده که از 4 تنی که از یک خانواده بوده در ابتدا هم گفتیم در وسطای برنامه هم گفتیم که 2 تنش مفقود است، 1 تنش فقط تکه و پارچه دست و پا و گردنش پیدا شده می قسم و قسمت های از بدنش تا هنوز هم مفقود هست. مردم محل دست به دست هم دادن و می خواهند که اجساد باقی مانده در زیر سنگ و گل و لای را پیدا بکنن و بیارن دفن بسازن. در دهنده تر، رنج آور و غم‌انگیزتر ای بود که من مادر ای 4 کودک را دیدم که با چشمان پر از اشک انتظار می کشید که دلبند خود را ببینه، اگر زنده هست، اگر مرده هست. مقصد انتظار می کشید که باید دلبند و عزیز خود را ببینه. ما با تمام هموطنانی که بیننده هستن پیشنهاد می کنم به این هموطنان ما دعا بکنن و بر از اینا از خداوند صبر بخواین که همه ایشان سوگوار و درد دیده هستن. واقعا شما می بینین که همه دار و ندار از اینا فقط از بین رفته. کشت زراعت، حرفه و کار و وظیفه و مسلک از اینا بود که یک لقمه روزی حلال پیدا بکنن، اما متاسفانه همه ایش به باد فنا رفت و یک آفت الهی آمد و همه ایش تخریب ساخت. مالی ماشی و زمین زراعتی مگن سرگاه ما از امکانات بیخی خارج است، از زوری ملت بالاست. ما از دولت خواهشمند هستیم که با ما یک کمک بسکواتی رسیدا کمک شود. یعنی سرکتان باید ساخته شود؟ ساخته شود، بله. نشود. به خاطر که ما مردم بسیار غریب هستیم، یعنی یک بجوار میگیریم و اونم رو گزاره خود میکنیم. اگر این راه نباشد مردم متباقی از گشنگی از بین میرون. سرک نیست. یک 1000 خانه، نه آب آشامیدنی داره، نه غذا داره که بخوره، نه راه داره. دیگه سرگ اگر دولت بر ما کمک نکنه، امارات دیگه خدا کمک کنه، امارات دیگه همین سرگ ما را جور کنه. دیگه تلفات میشه کلان. این کامات با بالاست که جور کنیم، ما جور نمیتونیم. چی جور کنیم؟ این هموطنان ما شاکی از این هستن که راهشان، سرکشان خراب است، آب آشامیدنی ندارن و مشکلات زیاد دارن. سلام علیکم. خوب است انشاءالله، صد شما خوب است. از لحاظ کلینیک و مراکز صحی چطور؟ نداریم. ببخشید، خوش آمدیم به این منطقه. ببخشید که این منطقه یک منطقه بسیار کوهستانی از دولت دور، هیچ کدام نگاه کمک دولت نداریم، نه از نگاه سرک. داشتیم سرک هم توسط ملت جور شده، دیگه مکتب هم توسط ملت جور شده، نه دولت. یعنی دولت هیچ کاری تا نمی طول 20-25 سال اینجا نکرده؟ نه، کلینیک داریم دیگه. کلینیک ما میریم، من چیز 14 میریم، چند 7 کیلومتر پس هستیم. نانشیر کم بریم، تمام خوراکی ما از این منطقه 14 میره تا بستران 7 کیلومتره. این در آخر ما از خان هستیم که این ملتی به چهار اختش همکاری کنه دوله امارات. سرک ما را جور کنه، آب ما را جور کنه. این مردم ما به خیلی از گشنگی میبرن، نازقش که برد سیهل. این خودتا میبینم بچش. خوی یک خوراکه، پوشاکه برشان چیز کنه، کمک کنه. یکی مسیح اگر برای ما روان کنه سیار که این مال بسیار تفلا متظریر هستند، استال هستند،
یعنی دچار مشکلات بسیار زیاد هستیم. حال ایره انتقال داده نمیتونیم ما که ایره در پشت ببریم یا در چارپایی ببریم دیگه. کلینیک بری ما یا تیم سیار یا تیم موبایل یا تیم بری ما باید که دولت. چه تعداد خانه همیجا است؟ در موجود 1000 خانه است. امی متضرر 1000 خانه است. 1000 خانه مسکونی مرکز صحی ندارن، آب آشامیدنی ندارن، سرک درست منظم ندارن و مشکلاتی است که بزرگ، یعنی باید امکانات در اختیار از اینا قرار داده شود و حالا که دار و ندارشان سیل برده یعنی یک مشکل بسیار بزرگ است. ولی خواست و هدف پیشنهاد اصلی از اینایی است که باید بر از اینا می پیشنهاداتشان که کلینیک یا مرکز صحی است، سرک است و می قسم آب آشامیدنی است ساخته شود. در طول 20-25 سال حکومت گذشته میگه اینجا یک سنگ را بالای سنگ نگذاشته. اگر مکتب ساختن از پول شخصی همی مردم بوده، اگر کلینیک هم که ساخته شده از اینو 7 کیلومتر فاصله داره. اگر مریض عاجلی باشه من به یقین که اگر اونجا تا اونجا برسه یا نرسه. ممی را رفته سر چیز رفته زایمون شده، سر زایمون رفته دو سی اثر اجه رفته تا اوجه رسیده. کدام را بیاریم؟ مشکلات داریم. با چی بیاریم؟ با پشت بیاریم؟ با چی رقمی بیاریم؟ رای مرکب هم نیست، رای موتر هم نیست. بسیار مشکلات ها داریم. این ما یک بوجه ها رو یک تیبروغن مثلا ما چی رقمی را بیاریم؟ دولت باید غمی ما را بخوره. آرزومند استم که بخواستی هم وطنان ما لبای گفته شود در طول 20 یا 25 سال یا حکومت های گذشته که در همین سرزمین حکومت میکردن بر از اینا خدمت بندازی سرسوزن هم صورت نگرفته. همین قسم است؟ بله بله. خوب است که اینا خودشان شاهد هستند و ما هم هدف اساسی ما ای است که حقایق را بیان بکنیم و این حقایق باید انعکاس داده شود. ما همین لحظه در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان هستیم که خوشبختانه جناب محترم مولوی صاحب غلام محمد جراح ولسوال ولسوالی سیاهگرد. جناب جراح صاحب، اول به شما سلام احترام دارم. بعدش میشه بگوین که سیلابی که دیروز در نقاط مختلف غوربند به خصوص ولسوالی سیاهگرد سرازیر شد چقدر خسارات داره و چقدر تلفات داره؟ مننه و علیکم السلام و رحمت الله. تاسته هم خیر الله است ما الله هر کله راغله ډیره مننه کوم چې تاسو زما پوښتنه ته راغله. او زمنګ د مشکلات بل خو چې ود سیلابو د وجه نه موږ ولس متضرر شوی دی. دا تاسو د موږ د مسولین سره د ولس سره د رسنیو سره شریکوي. ډیره مننه کوم د همکارۍ نه خوشم. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، پروان غوربان سیاګر ولسوالۍ سیلابونه راغله چې ولس ته جانی و مالی تلفات وارد بود. تقریبا چه شپگ دانی شهیدان مونده رو پو مجموع که پسی اگر لسواله که بدبختانه چه سلور و جسدون تروس پوری ورک دی نادره کدی او ده دو و شهیدان جسدون ایمون لاست را قلیدی. ام درنگه تقریبا چه پلسگون و کرون من لرو چه آقا کلی و قسمی تخریب شویدی بده که زخمیان هم شده چه شفخانات انتقال شویدی تداوی لان دیدی بزرها و جریب از مک از منگه ده هوادوال و تخریب شویدی سیلابو ده عمله چه ده پسیاگر که مجموع که پسیاگر که پدوه دارو که دیر سیلابو نراله چه او قوللچ که چه داشپک شهیدانی من ده قوللچ ده قومانو ندی او سرداری فندقستان کیم چې الحمدلله ته جانی تلفات نشته خو مالی ډیر زیات دی. یو څه سیلابونه په درې سیدان هلته هم راغلی دي چې هلته الحمدلله جانی تلفات نشته دی، مالی تلفات پکې ډیر زیات دی. چې تاسو د ملک صاحب خبرې مو اوریدلې تقریبا چې 135 کورونه د هغوی تخریب شوي دي، یا کلي یا قسمي تخریب شوي دي. نو په مجموع کې تلفات ولسته ډیر زیات اوښتي دي. انشاءالله امید دی
چه حکومت هم درنگه کم چه موساد دی انشالله چه آقوی با خپل همکاری او که انشالله. بله دقیقا جناب صاحب، یک تعداد هموطنان من در منطقه فندقستان شکایت از این داشتن که نان برای خوردن ندارن و حتی یک تعدادشان سرپناه ندارن. انشالله که تدابیر گرفته شده، پیشنهادات شما به مرکز چی بوده؟ انشالله و دست اشتاده تنها فندقستان که نه پولش که هم دوست ایمانگا دیر و حوادوالو ایمانگا اولاس در تیرش با باغو که سبا کرده یا پجومات که سبا کرده یا کم کورونه چه وران شوی نیدی لس دو لس کوره یا کور که شپه سبا کرده چه کورونه تخریب شوی دی کور که چه کم مواد غذایی و غطول ختم شویده تخریب شویده. نو فعلا رئیس عبد حوادث و سراد خپل تیم ساحه که موجود ده نماینده در سری میشه در ولایت پروان آقا فعلا ساحه که موجود ده در پروان امنیه قماندان صاحب آقا هم پرون دل تراغله و نجدین حالات و سار فعلا پلار مانده در پروان ولایت والی صاحب محترم اندرنگ ماون صاحب محترم آقوی هم پلار مانده دی چه نجدین ساحه و گوری انشاءالله امید دی چه در خلق و شتا مشکلات یو حد پوری حل شد. خیلی تشکر جناب جراح صاحب، سلامت و بخیر باشد. زنده باشد. تشکر.